با سلام خدمت دوستان عزیز و حاضر در اتاق. پرواز جان تشکر، خسته نباشید، ممنون. بعد از سالها بالاخره دوستان عزیز میبینیم و صداشون رو میشنویم، البته به طور مجازی. خوشحالم از این بابت. نادر جان خسته نباشید، ضمن درود به شما و خوشحالی از اینکه باز بعد از مدت‌های زیادی صدات شنیدم. یه چند تا سوال داشتم برای که بتونیم بحث رو تو نوبت بعدی بازش بکنیم. یکی این که همین تأثیر قانون رو که گفتی، این چه تأثیری میذاره و عملکرد اجتماعیش چیه؟ هرچند که میدونیم قانون روح سرمایه است و این قانون روح سرمایه اون دلائل که خودش باز محلوله، اون دلایلش چیه و این هستی های گوناگون چطوری تغییر میده و نتایجش چیه، عمل کردش و یعنی برای اون مبارزه طبقاتی و نه هر مبارزه طبقاتی، از اون جهت مبارزه طبقاتی که تعیین کننده انسان کالا شده و تبدیلش به انسان انسانیت یافته است. مبارزه طبقاتی از اون جهت میگم، یعنی نابودی طبقات. دوم، همین گلادیاتورهای جدیدی که از دیدنشونم مثل باستان لذت میبریم که به گلادیاتورهای مزدور تبدیل شدن، این هم باز تأثیرش و اون ساختارش، دلایلش چی میتونه باشه و تو این آزادی فردی و شناخت چه رولی میتونه باشه، تأثیری روی این بذاره، چطوری عملکرد اجتماعیش ما میتونیم ببینیم، همون فرا انسانی و فرا آزادی که از نظر نیچه مطرح کردی. شناخت و هستی اجتماعی کالایی، یا بهتر بگیم تو این جامعه کالایی که بر اساس همون از خود بیگانگی انسان در تولید شکل میگیره و نه چیز دیگه، این شناخت معنی و مفهومش به لحاظ مفهومی بنیادی چه نوع شناختیه و این شناخت تا کجا به ما اجازه عمل میده که بعد تو دور دوم بتونیم اینو بیشتر بازش کنیم و من از شما بیاموزم. ازت تشکر میکنم. و همینطور رأی دادن و ابزاری بودن انسان کالایی تو این جامعه تحت سیطره دولت ها، تحت سیطره سلطه سرمایه و همه اینا، و رفتار احزاب چه چپ چه راست، اینها بر اساس کدوم شناخت یا واقعیت صورت میگیره ها، و تأثیر اینها، تأثیر همون هستی فردی در مقابل هستی اجتماعی یا هستی اجتماعی در مقابل هستی فردیه، یعنی اون آزادی، اون آزادی چه رولی داره، چه مفهومی داره، به لحاظ بنیادی چطوری تعریف میشه، نمونهش عمل کردش. برمیگردیم از قرن 16 در مبارزه کارگران اصطلاحاً یا طبقه مزدور در مقابل طبقه سرمایه دار، از قرن 17 که در نوبت بعدی فاکت میاریم، سند میاریم. چشم، الان تمام میکنم. تا امروز نمونه اوسانلو که پراتیک اجتماعیمونه، ببینیم در رابطه با این شناخت و هستی فردی یا اجتماعی یا تأثیر متقابل چگونه کاربرد داره و اون مسئولیتی که سد آزادیه به چه معناست. من خوب متوجه نشدم، حالا مسئولیت، تعهد یا اون جدی بودن در راه مبارزه
بچه خوب تحویل جامعه دادن تا بچه بد تحویل جامعه دادن، به لحاظ فرق شخصیت کودکی یا شخصیت جنینی، شخصیت خانواده، شخصیت فردی که تا ابد با هر انسانی است و تغییر پذیر نیست، در مقابل شخصیت اجتماعی، شخصیت بلوغی، این مسئولیت چطوری میتونه سد آزادی باشه؟ با تشکر و ممنون و سپاس از شما. تمام. میبخشید اگر طولانی شد. خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم از حضورتون. مهدی عزیز شما بفرمایید. در ضمن داده جان اگر شما مایل بودید فکر کنم بعد از هر دو نفر میتونین صحبت کنین، یه 15 دقیقه اگر مایل باشین برای قسمت سوالات، و بعد از اون میتونیم اگر مطلب دیگه هست که بعد ارائه بدین میتونین این کار رو انجام بدین و دوستان میتونن ابراز نظر کنن. خیلی متشکرم دوستان و بفرمایید مهدی عزیز. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و خسته نباشید. نادر عزیز هم همینطور خسته نباشم دوست عزیزمون. و اصلاً مطالب جالبی رو مطرح کردن. من فقط قبل از اینکه بعدن اگر فرصتی شد و اگر توان اینو داشتم که در اتاق بمونم حتما مطالبی رو عرض خواهم کرد خدمت دوستان. فقط دو تا سوال دارم از دوست عزیزمون. بسیار زیاد کلمه هستی رو به کار بردید شما عزیزم. ما میگیم، وقتی میگیم هستی، میگیم هستی هست، هستی به وجود آمده. قبل از اینکه هستی به وجود آمده باشه چه چیزی وجود داشته؟ میگیم نیستی بوده، یعنی برای نیستی هم هستی قائل میشیم. خود نیستی رو براش هستی قائل میشیم، میگیم نیستی وجود داشت. جهان نیست بود، مثلا فرض میگیم خداوند جهان رو هست کرد، به وجود آورد. پس نیستی بوده، یا زبان ما اشکال داره یا هنوز انسان به زبان کاملتری نرسیده تا بتونه این جمله رو بیان بکنه. به اصولت کلمه نیستی، وجود نیستی رو هم باید راجبش صحبت کرد در مسائل فلسفی که شما صحبت کردید. اینجاست که برمیگردیم به اشعار، نمیدونم دیگه، حالا من بحث و سوال و گسترش نمیدم، به اشعار فروغ و به اشعار دیگران که راجب آینه صحبت میکنم. سوال دیگر من از شما این هست که شما گفتید مسئولیت بزرگترین دشمن آزادی است. من و مثالی که زدید، مثال فرزند رو زدید. فرض کنید کسی فرزند نداشته باشه، شما نمیتونید احساس مسئولیت بکنید نسبت به اتفاقاتی که در جهان داره میفته، یا کودکانی که کار میکنن یا زیر شکنجه هستن یا زیر زحمت و کار سختی هستن در معادن حتی هندوستان هم برای کار ندارم. شما چطور این مسئولیت رو دشمن آزادی میدونید؟ انسان احساس مسئولیت اگر بکنه این آزادیش رو از دست میده. اینجا امیدوارم شما راجع به شناخت خیشتن خیش هم اگر ممکن بود توضیحاتی بدید. سپاسگزار میشم و صحبتم رو قطع میکنم و از این مثالی هم که زدید معذرت میخوام. این رو میگم به خدمت دوستان که گفتید مثل یک سگ دنبال خودش میکشه، من ناراحت شدم واقعا. این مثال اسلامی هست و تفکرات هست که در وجود ما، به قول شما هم که گفتید، جامعه به ما تزریق کرده، به شما هم تزریق کرده که این مثال رو دارید گفتید مثل یک سگ دنبال خودش میکشه. من ناراحت شدم واقعا، چون به سگ خیلی احترام میده. بسیار خوب دوستان عزیز، امیدوارم موفق باشید. من هم به گوشم
سراسر به گوشم و هیچ هم لزومی نمیبینم که دستم رو بالا بکنم. مرسی عزیزم، مرسی، سپاس بگم. خب خیلی ممنون مهدی عزیز. دوستان همگی خسته نباشید. اگر نادر بخواد که صحبت کنه، منظورتون اگه میخواین صحبت کنین، میخواین صحبت کنین پنج بزنین، من مایک رو رها میکنم برای شما. خب مرسی از دوستی که سوالات زیادی رو مطرح کرد، مخصوصا صادق، خیلی صادق عزیز، خیلی سوالات رو مطرح کردی که یک ماه باید بهش فقط به این سوالات پرداخت. تازه بودم اگر کافی باشه. من که مهدی، من از آخر اگر اجازه بدید صادق عزیز و دوستان، از مهدی میزدیار عزیز بیام و اینکه پیشنهادی کرد که شناخت خویشتن و اینا صحبت بشه، فکر نکنم وقت رو میگذره بده و از لحاظی هم فکر میکنم تمام بحثی رو که در رو به 45-50 دقیقه ادار دادم برمیگرده مهدی جان به همون برای دو تا سوال بود. درسته، شناخت خویشتن یا همون هستی خود، اشاره درستی کردید، ولی بخش اول بحث بود که تموم شد. من اتفاقا یادش کرده بودم و میخواستم که در رابطه در درسته در مقابل هستی حتما باید یه نیستی باشه از لحاظ فلسفی. این نکته زیبایی بود که شما بهش اشاره کردید و خیلی اتفاقا منو خوشحال کردید که دقت نظر داشتید به مسئله. برای همینم بود که یکی از دلایل این بود که از دوستان خواستم دستشون رو بالا بگیرن ببینن چه کسایی دارن گوش میدن. خوشحالم که شما واقعا درگیر بودید با بحث. درسته، ببینید قبل از اینکه هستی وجود داشته باشه باید نیستی بوده باشه. در البته اجازه بدید خیلی کوتاه من اشاره بکنم، در بایبل یا همون انجیل خودتونم اشاره خیلی سریع کوچیک کردید، میگه که there was nothing, just a word, and a word was God. میگه که در ابتدا هیچی نبود، هیچی یعنی نیستی بود دیگه، و فقط کلمه بود و کلمه خدا بود. این رو از حاصل تفکرات فلسفی هست که در بایبل جای گرفته. ولی در تقابل های دوتایی اگر خود نیستی هم هستیست. تنامر عزیز اشاره خوبی کردید. شما اگر کتاب هستی و نیستی ژان پل سارتر رو بخونید، دقیقا نیستی هم توضیح داده شده. اونجا ژان پل سارتر هم همین حرف تنامر رو که اینجا نوشت میاره، میگه که نیستی هم قابل تعریف هست و هست تا وجود داره، ولی وابستگی که پیش میاد اینجا یا ارتباط بین این دو پدیده یا این دو تا فنومن برتری نمیدیم، ولی واقعیتی رو که میتونیم بهش اشاره بکنیم خود هستی هست. هم مهدی عزیزیار مهربان اشاره کرده بهشونم، اون گفته من بود که مسئولیت بزرگترین دشمن آزادی هست
چرایی و چگونگی این رو توضیح بده. چرا نگاه کنید در همین موقعیت، همین الان، همین مومنت، همین لحظه از زمان که چه اتفاقی داره میفته. من مسئول هستم، حالا با خانم پرواز و دوستای دیگه هماهنگ کردیم که این بحث رو ارائه بدیم، درسته؟ این مسئولیت من هست، من آزاد نیستم که از اینجا همینطوری الان این میکروفون رو ول کنم و برم، نمیشه. من این برخلاف آزادی من هست، میدونید؟ این یک مثال خیلی کوچیکه. یا مثلا الان پرواز اصلا مسئولیت اداره کننده این روم رو داره و این مسئولیت برخلاف آزادی اون هست و این مسئولیت نخواهد گذاشت که پرواز هم تا روم رو ول بکنه به امان ایکس و بره، نمیشه. وقت خرج و مرج میشه، به هم دیگه وجود میاد، نتیجه هم از بحث حاصل نخواهد شد. شما هر مسئولیتی رو که نگاه بکنید در مقابل آزادی نیست. خودتون این رو گفتن یادداشت بکنید و روش فکر بکنید. ولی خیلی خیلی هم خوشحالم که حداقل مطمئنم دست کم 10 نفر این رو یادداشت کردن یا به ذهنشون سپردن. مخصوصا هم صادق هم مهدی ایزدیار عزیزم اشاره کردن بهش در نوبتی گیرم و همینطور مهدی عزیز اشاره کردی که درسته، گفتید که اوکی اگر کسی که فرزندم نداشته باشه مگه مسئولیت نداره؟ ببینید اتفاقا خیلی زیبا، باور بکنید کاش که شدنی نیست الان، مثل جادو نمیشه کرد. این کتاب من اجازه بدید چاپ بشه به دست میرسه، من این رو کاملا کوشش دادن در یک فصل که بابا فقط این نیست، این یک مثالی بود که من اینجا آوردم. گفتم اون آغاز تحقیق بود روی موضوع اگزیستانسیالیسم و اون هستی خود و هستی دیگری، ولی فقط موضوع داشتن فرزند نیست. الان تمام این بچه‌هایی که دوستایی که تو این روم هستیم الان نسبت به مسئله نشت نفت در خلیج مکزیک چند سال پیش حساس نیستیم. گلوبالایزیشن که من یادداشت کردم اینا رو روش صحبت کنم کوتاه اگر بشه، یا حداقل اشاره‌ای سریع بهش داشته باشم. آیا الان جنگ سوریه دو ساله، این سوریه که فرزند نداره خیلی که نیست، که خود کشور سوریه واقعا میدونید اینها مسئولیت به وجود میاره، اینها اندوه، استراب و دلهوره به وجود میاره و این دلهوره ها و مسئولیت ها باعث میشه من یه حرکتی بکنم. یا این حرکت من در تئوری و عمل هست و در تئوری هست، در نوشتن هست، یا واقعا اونم یک عملی هست، حالا نوشتن یه مقاله در تحلیل این که سوریه چرا اتفاق داره میفته، داعش در عراق چرا داره این کار میکنه و چه وضعیتی داره الان کردستان سنی نشین ها و شیعه نشین ها عراق مالکی. اینها همش اینا مثال، فقط یک مثالی بود من گفتم. اینها مسئولیت هایی هستش که به عهده من و شما هست و نمیتونیم از کنار اینها بگذاریم. گلوبالایزیشن بزرگترین مسئولیتی هست که روی دوش اگو هست، روی دوش من و شما و تمام بشریت هست. ماها مقصریم که گلوبالایزیشن رخ داده. قطب یخ شدن، یخهای قطبی که از بین رفتن طبیعت هست، این هستی ما هست که تأثیر گذاشته در هستی دیگری و این هستی دیگری یخ شدن، آب شدن اون یخها باعث این همه سونامی و کشتار و زلزله و بدبختی های دیگه میشه. و حتی کشورهای سرمایه‌داری در تعبیر که چند تا از دوستان، اینا باعث فروختن بعض چیزایی میشه، مثلا حالا میخواید باز بکنن این رو سعی بگم، مثلا مورد چین و خود رابطهش با آمریکا در رابطه با هند، در رابطه با تولید گاز فریون که روی اون لایه اوزون تأثیر داره و اینها همش مسئولیته. یعنی میخوام اینو بگم کوتاه، یعنی جمله که چین قرار بود که گاز R21 رو بردارن، هنوز هم تمدیدش کردن، R11 و R12 و R19 اینا رو همه رو برداشتن، چون که میگفتن این برای یخچال و سیستم سرمازیسی بگیر رشته خود من هست. حتما هم شنیدی قرار بود این گازها رو حسب کنن و حسبش کردن در تعابیر اون جلسات جهانی سیستم سرمایه‌داری فریاد دقیقاً آخیف پرواز عزیز. ولی چین 1 میلیارد و بیشتر بود و نتونست، گفتن باید تمام وقت این یخچال ها، چون این گاز در داخل سیستم ها قرار داره دیگه، میدونه چقدر دستگاه تکنولوژیک نیرو مهندس اینا رو میخواد که اینا رو بکشه ور داره. وقت آوردن یه قانون رو گذاشتن اینا رو دوباره، انگلیس نمونش It's alive R21 الان داره استفاده میشه، یعنی گازهای مختلفی که خودش باز دوباره ضد چیز هست،
ضد لایه اوزون هست و این گازا میره تو هوا، میره تو چیز، و این باز دوباره اون مسئله گلوبالایزیشن رو باز دوباره شدت خواهد داد به نوعی، اگر چه ترمیم میگن میکنه. نه، همچین چیزی نیست. دروغای خیلی زیادی شده از لحاظ تکنیکی و نتونستن اون همه گازهایی که اون همه سیستم‌های سرماسازی، یخچال فلان، کولرهای گازی اینا رو بردارن. در چین نمونهش بود، به هند گاز تقلدی که هند تولید میکنه و میده به ایران مصرف میکنن، R12 همین الانش در ایران داره مصرف میشه. و R12 کسایی که در اینجا این روم هستن و میدونن سیستم یخچالسازی و سرماسازی رو، میدونن این چقدر ضایعه و خراب کننده است. خب مهدی عزیز، نتیجه میگیرن که این هستی دیگری روی من هم تاثیر داره، روی شما هم تاثیر داره و روی کل هستی جهانی تاثیر داره. خب نمیشه اون شنید در اخبار که نفت در خلیج مکزیک نشت کرده، بعد شرکت انگلیسی میاد یه مقداری توی قوانین بین‌المللی خودشون میان یه صحبتایی میکنن، یه مقداری پول پرداخت میکنن، این همه میلیون میلیون و بیلیارد ها جاندار ما دریایی از بین میره و توی این چرخه زندگی و اگزیستانس خود کره زمین و طبیعتش تأثیر منفی میگذاره. بعد یه مقداری پوند تحویل میدن به این شرکت های قانون که دستشون دو دست قانون و قوانین سیستم ها هست، خب از زیر این موضوع در میدن. خب این پس نمیتونه بی تأثیر باشه، این نمیتونه بی تأثیر باشه و حتما تأثیر داره و این مسئولیت واقعا خب دشمن آزادیه. یعنی نمیشه، میدونید نمیشه آدم مثلا من پرواز رو نمونه آوردم یا خود شما رو، نمیتونید نسبت به مسائلی که در سوریه میگذره یا در عراق میگذره همینطور بی‌اعتنا باشید. اینا مسئولیت هایی که روی دوش شماست و آزاد نیستید همینطور وقتتون رو بر اساس اون چیزی که میخواید خودتون صرف بکنید. نه، باید یه مقدار از بخش های از انرژیتون رو بگذارید برای حل اون موضوعاتی که اونجا داره اتفاق میفته. کما اینکه آماری که تو این چند روز پیش داره اومد بیرون، از انگلیس 500 نفر مثلا رفتن از طریق آلمان، اینا رفتن به داخل سوریه و میجنگن در داخل این نیروهای جنگ. و اینا همش اون موضوع مسئولیت رو میرسونه که ما در مقابل اونها حالا احساس مسئولیت میکنن در قبال اون سیستم ایدئالیستی یا دینی که بهش باور دارن. وقت یک قطب دیگه، یک سری تیک دیگه هستید که موافق نیستید، این هاست که آزادی ها این وسط از بین میره. در حالت با صادق عزیز که اشاره کردید تاثیر قانون، من فقط بخونم چی گفتید شما. تاثیر قانون و عملکرد اجتماعیش چی؟ قانون و روح سرمایه رو به هم ربط دارید، درسته؟ فکر کنم الان در همین توضیحی که در حالت با سوال مهدی عزیزی گفتم اشاره کوتاهی کرده باشم که قوانین در این مورد گاز فریوم در سطح جهانی به چه شکلی عمل کرده. و قوانین رو من فقط این صادق عزیز اشاره بکنم، این که قوانین به دست سیستم ها به وجود میاد و این قوانین در دفاع، به ظاهر در دفاع از فنومن انسان هست یا اگو هست، ولی اینطوری نیست. در دفاع از اجتماع و انسان ها تا حالا پیش نرفته. تا طول تاریخ رو که نگاه میکنیم تا همین لحظه قوانین بر ضد انسان عمل کرده، همش دارن این رو تازه اسمشو میگذارن حقیقت، که حقیقت خودش یک واژه‌ای هستش متافیزیکی. چطوریه یه قانونی حقیقت بوده در یه زمانی، بعد میبینیم تأثیر و کار کرده این قانون، حالا هر قانونی روی در فلان مثلا دوره ویکتوریایی که میشل فوکو روش خیلی کار کرده. خب اون قوانین اون زمان در اون زمان خاص حقیقی بودن، حقیقت داشتن دیگه برای خودشون و میگفت در این قوانین به نفع مردم هست. چطوری شد اینو اصلاح کردن و دوباره اصلاح کردن و دوباره اصلاح کردن و همینطور میاد، همین الانش هم دارن باز دوباره قوانین احداث شده خود سیستم ها، دولت ها و حکومت ها رو باز دوباره دارن اینا رو اصلاحش میکنن. حالا اینجا میشه کلمه رفورم رو به کار برد. اینجاست که اون کسایی که ضد رفورم هستن، اینجا یکی از کلیدهایی رو که میشه دست دستشون داد یا اون مدرکی که میتونی داشته باشن اینه که چرا پس این قوانین اگر حقیقتن و اگر برای اجتماع انسانی در نوع فردیش individual و برای کل جمعیت جهانیش مثمر ثمن هست، پس چرا همش داره تغییر داره میکنه؟ بنابراین حقیقت یک واژه چیزی دقیقا آفرین، حقیقت اصلا
نیچه هم توضیح داده، جاکر دل خیلی خوب توضیح داده و خیلی کسای دیگه که حقیقت اصلا من باور ندارم، حقیقت اصلا وجود نداره. واقعیت چرا؟ ولی حقیقت اصلا وجود نداره. چرا؟ به چه دلیل؟ چون که مهدی عزیز توضیح بکنید، هر دستگاه ایدئالیستی و هر دستگاه متافیزیکی یا هر دستگاه حتی ایتئیستی رو حتی اگر نگاه بکنید، هر تفکری که نگاه بکنید، اگر واژه حقیقت رو به کار برد، ببینید که اولا همه‌شون که ادعا می‌کنن که حقیقت با ماست، شما ادیان رو، مذاهب رو و عرفان‌ها رو و افکار رو نگاه بکنید، این سیستم‌ها رو که نگاه می‌کنید، همه میگن ما حقیقت هستیم، دیگران غیر حقیقی هستن، واقعیت ندارن. و این خیلی، این خب خیلی بحث بزرگی هست که اونم من در این نوشتار توضیحش دادم. از جهت مبارزه طبقاتی انسان، بله انسان برده که اشاره شد بهش، این رو ساده فرزید اشاره کرد و به گلادیاتورها، این که ساختار و دلائلش چه میتواند باشد، عملکرد اجتماعی آن را چگونه میتواند دید. اگر خیلی کوتاه بشه اشاره کرد سریع به این سوال، ساده فرزید 5-6 تا سوال کردید، چون این گلادیاتورها برای سرگرمی بود دیگه، درسته؟ الان نگاه بکنید تلویزیون ها رو، من سعی میکنم تو حوزه بحث خودمون اینجا صحبت بکنم، این تلویزیون ها و این رسانه های گروهی درست مثل گلادیاتور ها عمل میکنن، متعاقی دید دقیقی میخواد که حیر بله که این چه شکلی عمل میکنه. سوال شما این است که عملکردشون چه شکلی هست، به چه شیوه اینها احداث وسیله دست سیستم ها هستش که هستی خود رو، هستی ما رو از خودمون تخلیه بکنن و میکنن و کردن با خیلی برنامه های عجیب و غریبی که در تبلیغاتشون میبینی، در فیلم ها و در تولیداتشون که نگاه میکنی، همین تلویزیون ها، همین روزنامه ها. گلادیاتور ها اون زمان برای سرگرمی بود و با جان انسان ها بازی میشد، ولی واقعا جان انسان ها در خطر بود و ارزشی نداشت. اون موقع اون وحشیگری در اون لول بود، الان وحشیگری نرمتر شده ولی به نظر من بسیار بدتر از اون. در مورد رأی دادن و رفتار احزاب چپ و راست، تأثیر اینها در هسته اجتماعی فردی چیست؟ این رو که گفتی صادق عزیز، موضوع رأی گیری رو من اصلا باش موافق راستش اصلا نیستم، چون همین الانش هم طبق سیستم رأی گیری هست که این فرد رهبری به وجود میاد به عنوان یک فنومن که در صدری سیستم قرار میگیره در اون بالا، که چند سال پیش اگر یادتون باشه ما روش بحث کردیم، فکر کنم در روم خانم پرواز بود که اینجا هم اشاراتی بهش شده و خیلی هم زیاد، که این رای گیری خود افراد هستن که دارن رای میدن، خودشون هستن که دارن رای میدن و یه سیستم رو قبول میکنن، ولی همم نه ها، یه سری اصلا رد میکنن. این یک موضوع خیلی مهمی هست، قاعدتا هم تاثیر خواهد گذاشت. میدونید وقتی رای میدن به یک سیستم، قاعدتا اون سیستم به تعبیر ایدئالیستی شرعیت پیدا میکنه و این شرعیت باعث ایجاد قوانینی میشه که باز بر ضد همون مردم عمل خواهد کرد، که در طول تاریخ اینطوری دیده شده و داریم همینطوری اینو تجربه میکنیم. خب اون مسئولیتی که زده آزادی هم بود که بهش یک مقداری پرداخت. خب این دو تا سوال، من چند تا سوال شده بود از دو نفر، حالا نمیدونم بخش بعدی بحث رو اگر یکی دو تا دوست فرهاد و حمید اگر سوال بکنن بعدش اجازه بدید من بخش دوم رو در کوتاه یک ادبی نیش بکنم و اونا رو ارائه بدم بهتون، بعدش سوالای دیگه ببینیم وقتی پیش خواهد. ولی بعد از حمید قربانی از مالمو که اصلا فکر نکنم من یادش باشه پارسال با آرش بودیم با سیف خواهد و فرهاد رو بشنویم سوالای این دوستان رو، بعدش هم که قسمت دوم بحث رو دارم بگیم. مرسی، میکروفون ها دارم. مرسی نادر عزیز، اگر اجازه بدین نادر جان، خسته نباشین، دوستان همگی خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بدین دوستانی که تو نوبت هستن سوالاشون رو بپرسن، ازشون خواهش میکنم اگر امکان داره کسایی که سوال نکردن اول بپرسن، از نظر من که فرق نمیکنه، ولی شما نادر جان اگه یه خود صبر کنین علی آتش هم بعد از دوستمون علی آتش سوالا بشه 3-4 دقیقه خواهش میکنم رعایت کنین، بعد هر 3 نفر یا 2 نفر شما میتونین پاسخ بدین و بعد اجازه بدین اینجا را من نگاه کنم.
اوکی. شما میتونید پاسخ بدین 10 دقیقه. خب 10 دقیقه و 10 دقیقه و بگین دوتام 12 دقیقه، 30 دقیقه، 30 و چند دقیقه میشه و بعد از اون بحثتون رو ادامه بدین. خیلی ممنون میشم. همین جان بفرمایید، میکروفون برای شما. با درود به شما، میکروفون در اختیارتونه. مرسی. با سلام و درود به همگی دوستانی که هستن، که هستیم. نادر جان نه، من شما یادم هست، از یادم نرفتی، در اتاقم بودم، بس شما را هم گوش میکردم. الان به حساب میخوام یه چند تا سوال کنم. اولا که نادر جان در سیستم شورایی هم رای گیری هست، یعنی شما در شورا هم رای میدید. و چطوری است که شما سیستم شورایی را قبول داری که درش رای گیری است ولی مثلا حزبیت را قبول نداری؟ این یک. دو، اینکه دموکراتیس یونانی که خیلی هم کلاسیکه میگه که در یک رودخانه نمیشه در آب رودخانه دو دفعه شنا کرد، چون هم خودش تغییر میکنه، هم خود انسان تغییر میکنه، هم رودخانه تغییر میکنه. اگر یه چیزی هم در یک جامعه به صورت نظر اون انسان حقیقت بود، اون جامعه تغییر کرده، اون انسان تغییر کردن و الان اون حقیقت دیگه نیست. پس حقیقت به حساب به این صورت نیست که ما بگیم حقیقت یه چیز ایدالیستیه، نه، حقیقت ما انسان ها به حساب بهش میرسیم دیگه. بعد نادر جان شما خودت الان در این اتاق از اول که داری صحبت میکنی یک حالت رهبری داری، میگی دستاتان رو بلند کنید، دستاتان رو بندازید، یا ماشین رو من میرانم، یعنی شما یک رول رهبری داری دیگه. اینه که من فکر میکنم که به حساب با رهبری گفتن این که من موافق نیستم ولی خودم اجرا میکنم نمیشه. دوم سوال بعدی برمیگرده به این که میگی کودک، آخر انسان یه چیزی رو به وجود میاره، مسئولیت داره که اونو بزرگ کنه دیگه. آره مسلم آزادی، ولی این منفی نیست. شما به صورت منفی به این نگاه میکنی. این از کجا ترچشمه میگیره؟ یعنی ما کودک ها که هنوز به حساب یک سال شرح ها کنیم چون میخواییم آزاد بشیم، خب این رو به حساب هیچ کلاقی هم بچهش رو راه نمیکنه. یعنی این یک چیزی که باید نمیتونیم نپذیریم. اینه که من خواستم. بعدم میگی که من میمیرم دیگران نیستن، این چطوری است؟ من نیست میشم، نه دیگران نیستن. شما چیزا را عکس میکنی. این فکر میکنم از اون. بعدم یک سوال یکم چیزی، آیا شما اصلا به وجود طبقات و جامعه طبقاتی و اینا اعتقاد داری؟ باور داری؟ اعتقاد که نه، باور داری؟ میبینی؟ اگر شرکت انگلیس داره در اونجا میکنم، من چیکار کنم؟ چرا این رو مسئولیت به گردن منم بین همه انسانهای موجود جهان مسئولیت رو قسمت میکنی؟ این آیا مسئولیت رو از گردن اون کسی که مسئول اصلی هست و برداشتن نیست؟ مرسی.
حمید عزیز، درود به شما. حمید عزیز درود به شما، خیلی ممنون که وقت رو رعایت کردین. من فکر میکنم که نفری 3 دقیقه بعد از علی آتش در جان شما میتونین منتظر بمونین برای کامنت اگه باشه. بعد از علی آتش من از نادر میخوام که دنبال بحثش رو شروع کنه، ولی دوستان میتونن 3-4 دقیقه سوال کنن. بعد از صادق شما میتونین نادر نوبت رو بگیرین، در حدود 10 دقیقه پاسخ بدین. بعد از مهدی، زدیار و علی آتش هم میتونین البته صحبت کنین که بتونیم اون در حدود همون 30 دقیقه 35 دقیقه بتونیم تا برسیم به اونجایی که شما میخواین دنبال بحثتون رو ادامه بدین. اگر موافقین امیدوارم که اینطوری بهتر خواهد بود. متشکرم، مرسی. بفرمایید صادق، شما بودین؟ شما سوال ندارین؟ اوکی اوکی، خیلی متشکرم صادق جان، لطف دارین واقعا. اجازه بدین من اینجا خیلی سرگرمی های زیادی هست، رنگارنگ. ببخشید رد شدن این افراد. بعد نوبت متشکرم، مرسی صادق جان. پس بفرمایین، همین الان نوبت فرده. فرد عزیز بفرمایین. با سلام به دوستان عزیز، صدای من هست؟ صدای دارم دوستان؟ خسته نباشید همگی. منم خوشحالم که به هر حال بعد از مدت ها صدای بعضی از دوستان رو میشنفم، به خصوص صدای نادر عزیز که مدت ها بود نشنیده بودم، و همچنین بقیه دوستان. خب دیگه چون سخنرانه باید و بیشتر بشم از ببرازش بذاریم از این شوخی. به طوری که من اطلاع دارم، دوست عزیزمون نادر روی مبارزه طبقاتی و مسائل طبقاتی توجه خاصی داشتن، ولی خب فلسفه اگرچه کلی ترین قوانین طبیعت و جامعه رو مورد تحقیق قرار میده، اما از مبارزه طبقاتی، از وجود انسان در مبنای حرکتش بی توجه نیست، که اون رو هم مورد توجه قرار داده. و من بیشتر از این زاویه توقع داشتم که پیوند فلسفه با مبارزه طبقاتی رو بیشتر از نادر بشنفم، چرا که بحث آکادمیک خب یک چیزیه که به هر حال هم برد داره، به خاطر اینکه زیاد به طبقه، به مبارزه طبقاتی توجه نمی کنه، برای دیگران برد داره، اما همین برد باعث میشه که یک فاصله بین اندیشه ما با مبارزه طبقاتی به وجود بیاره. این رو بحث نکردم، خواستم اشاره کنم که از این زاویه برای من اهمیت داره که به این موضوع هم باز پرداخته میشد از طرف نادر، ولی من تمام مدت که دستم بالا بود گوشم هم به صحبت‌های نادر بود. در این زمینه یا کم توجهی کردن، یا وقت نداشتن، یا اینکه اصلا قبول ندارن. این رو میخواستم بشنوم که به نظر من برای ما که مبارزه طبقاتی رو با خون و گوشت خودمون در محیط کار، در کارگری، در زیر بار استثمار، در بردگی مزدی سر کردیم، اهمیت خاصی داره. من از این زاویه میخواستم نظر خودشون رو بگم، و این پیوند رو اگر قبول دارن در جایی بالاخره نه با سریجون بلکه با اندیشه طبقاتی، یا درک از اندیشه طبقاتی، یا آشنایی با مبارزه طبقاتی بیان کنن. خیلی ممنون. خب خیلی ممنون فرات عزیز، با درود به شما و همین که خوشحالیم بعد از مدتی خدمتون میرسیم. دوستان خیلی خوش آمدید. اجازه بدین چون مهدی مایل هستن که مطلبی رو بخونن 8 دقیقه، اگه ممکنه به من پی ام بدین بگین که در چه رابطه هست،
خب اون میره تو قسمت کامنت. به هر حال حالا نوبت شما رو بعدم میدیم. اگر اجازه بدین علی آتش شما بفرمین سوالتون رو بپرسین. تناورم گفته یه سوال یه دقیقه داره و من اطمینان دارم که ایشون منظورشون وقتی میگن یه دقیقه یه دقیقه است. بنابراین علی آتش شما بفرمایین، بعد تناور نادر جان بعد از اون میتونیم میکروفون رو بگیریم. متشکرم. درود به شما علی آتش عزیز، با تشکر از شما برای بحث هفته گذشته خوشحالیم که اینجا تشریف دارین و میکروفون رو در اختیارتون میذارم. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم صدای من شنیده بشه و خیلی ممنون دور زدین. من خیلی متاسفانه به خاطر اشکالات تکنیکی من توی اومده بودم تو اتاق، منتظر بودم که من دعوت بشم، یه مدت طول کشید، بالاخره پرواز عزیز زنگ زدم ایشون من آورد تو اتاق و قسمت اول بحث رو من متاسفانه چیز کردم، میس کردم، ندیدم، نشنیدم. ولی به هر حال خیلی قسمت هایی که شنیدم بحث بسیار خوبی بود و قبلا هم این ایمیل فرستادم برای همه دوستان دستن در کار گفتمان سیاسی اجتماعی و تقدیر کردم از این که بحث های فلسفی رو مطرح میکنن و این بحث فلسفی نیست. فکر میکنم فلسفی مسئله آکادمیستی نیست و بایست و واقعا منشأ نقطه آغاز تفکر و تعقل انسانه. و این رو هم بهش اضافه کنم که در واقع تا زمانی که ما این واقعیت رو، یعنی این چیزی رو که مسائل فلسفی رو مطرح میکنیم، بتونیم در واقع ربطش بدیم به اون مسائلی که در جلوی پای ما قرار داره به زندگی روزمرهمون، کمان که در واقع فلسفه مسئله اصلیش مسئله زندگی انسانه. به همین دلیل من متاسفانه یه سری قسمت های قسمت اول بحثم گفتم نبودم، یه سری واژه ها و به هر حال لغات و مفاهیمی بود که به کار برده شده که متاسفانه تو بحث دوست عزیزون نادر توضیح داده نشد یا اگه داده شد من نشیدم حداقل، که خیلی مشکل روشون بحث کردن تا اینکه این مسائل مفهوم نشد. مثلا خود هستی، من روی خودی مسئله هستی کنی بحث هست، آیا هستی که ما صحبت میکنیم هستی انتولوژیکی هست، هستی هست که مربوط به اصلا وجود به طور وجود در زندگی، یا مثلا هستی تاریخی؟ خیلی مهمه. و همین دلیل در همین ارتباط من یک سوال میخواستم مطرح کنم که در واقع این برمیگرده به تمام بحثی که مطرح کردم. اونم نکته بود که ایشون نادر گفتن در مورد حقیقت. من فکر میکنم درک من اینه که ایشون به هر حال خیلی از فوقها هم ارساوردن، به نظر میاد که ایشون از تفکرشون در واقع تفکر پست مدرنیستی دارن و معتقدم که هیچ حقیقت وجود نداره. ولی به هر حال من میخواستم این مطمئن بشم که وقتی ایشون خیلی همتون در کلیت گفتن که حقیقت وجود نداره، تعریفشون از حقیقت چیه؟ من اولا حقیقت که مربوط به هستی، به وجود انسان، به پیدایش انسان، به در اون مورد از حقیقت صحبت میکنن، یا در مورد در واقع مسائل تاریخی در زندگی تاریخی انسان که حقیقت کجا هست که وجود نداره، اصلا تعریفشون حقیقت چی؟ بعد به طور مشخص مثلا مسئله‌ای که هگلیستا مطرح میکنن به طور مشخص مارکوزه مطرح میکنه، اینکه هگل معتقد یعنی حقیقتی که وجود داره اینه که هر پدیده‌ای در درونش تضاد وجود داره و تضاد بخشی از وجود یک پدیده است و این در طول تاریخ همیشه وجود داره، در طول زندگی همیشه وجود داره. خب این حقیقته. شما اگر به هر حال مسئله اینجاست که این حقیقت ایران یه چیزی به این شکل رو به نام حقیقت قبول دارین، اگر قبول ندارین چطوری میتونید بگید که من قبل از اینکه این مسئله رو نشون میدین در تاریخ وجود داره یا نداره، بیان بگید تو چون من حقیقت رو قبول ندارم پس این مسئله هم که شما میگید وجود نداره. باید این دوتا در ارتباط با هم دیگره، در عینیت نشون داده بشه که این مسئله
تاریخی، این حقیقت تاریخی که در وجود همه چیز تضاد هست و درون تضاد درون این پدیده هم هست که باعث تغییر و تحول اون پدیده میشه، شما اینو باید در تاریخ نشون میدید که وجود نداره و وجود نداشته. که من فکر میکنم اشکالی هست که پست مدرنیستا به خصوص در این اواخر بهش رسیدن و مسئله ای که واقعیات تاریخی رو که داره اتفاق میفته هر روز در واقع اینا یعنی اگه بگم نشون باید بدن که اینا از چه روایه اتفاق میده، به چه دلایلی اتفاق میفته و اون حقایقی را که در واقع مسائل تاریخی رو توضیح میده رو باید مسائل تاریخی رو نقد کنن و این قبلش که به اون برد بخوره بعد از اونجا به این زاویه برسن به این در واقع نفسیشون برسن که حقیقت وجود نداره. نه بلکس، اول بگن حقیقت وجود نداره پس در اینجا اتفاق میفته حقیقت نیست. من نمیدونم مثلا تونستم توضیح بدم یا نه، ولی به هر حال روی خیلی این نکات و بحثایی که مطرح شده من فکر کنم واژه ها و الفاظ و مفاهیم تعریف خاص خودشون رو داره. من فکر میکنم تا یه سری این مسائل دقیق نشه اون جنبه های کلی رو ما نمیتونیم به هر حال زیاد صحبت کنیم. یه سال دیگه هم گرگردی که از دوستان خیلی سال مهمی بود، شما میگفتی که مسئولیت آزادی رو عبیل میبره، دشمن آزادیست که برخواد درست یا غلط شما حداقل بهش اعتقاد دارید، آیا این حقیقت داری یا نه؟ یک چیزی رو میگین ولی در این حال میگین حقیقت نداره، خب خیلی معنی داره. من نمیدونم چقدر جدی به مسئله فکر کنم اگه شما حقیقت چه نفت کنید. برخواد نمیخوام پولیمیک بکنم ولی برای من این نارشانی ها هست، ولی به همین دلیل هم اعتقاد دارم که این مسئله فلسفی باز کما به قوت خودش باقیه که مسئله ریشه‌ای و اساسی در واقع تفکر و تعقل انسانه. خیلی ممنون. بسیار خوب، خیلی متشکرم علی آتش عزیز که در بحث شرکت کردین. دوستان همگی خیلی خوش آمدین. من اینجا فقط یه توضیح بدم، تنور جان شما هستین؟ اگه هستین یه عدی بزنین، منتظر باشین من میکروفون رو بدم بهتون برای یه دقیقه. خواستم بگم که فایلای صوتی که به صورت یوتیوب تهیه میشه در سایت هست، اگر برین قسمت دست راست صفحه که باز میکنین مثل یه آرشیو ماننده که میتونین طبق تاریخ و یا مبحث برین از بالا به پایین نگاه کنین. بحث دوست ما علی آتش روز 21 ماه جون بوده، اگه مایلن دوستایی که ببینن. بسیار خوب، تنور جان بفرمایید میکروفون. با سلام و شب بخیر و خسته نباشید. من سری صحبت میکنم که توی بحث سوال هم میکنم. نادر جان مرسی، واقعا بحث جالب بود. از اون موقعی که من رسیدم واقعا برای من جالب بود، ولی متاسفانه از اول بحث نبود. من چون بحث نشنیدم فقط در مورد حقیقت بود، اینو من خودم بحث دارم و بعد اگر نوبت شد نوبت میگیرم حرف میزنم. ولی شما توی مقاله‌ای که توی سایت گفتمان اجتماعی بود اشاره کردید، میگید حاصل کار من تا این لحظه چنین است، انسان محکوم به آزادی. سوال من اینه، چون من معتقدم انسان محکوم به اسارت و بردگی و اختناق تا زمانی که در راه آزادی و گرفتن آزادی مبارزه نکنه. اگر بشید منظورتون یه مقدار به اصطلاح روشن‌تر برای به اصطلاح ما بیان کنی ممنونتم میشم. مرسی، مانک آزاد. بسیار خوب، خیلی ممنون تنور عزیز از اینکه بالاخره صحبتتون رو کردین. بنابراین بفرما نادر، میکروفون برای شما، میتونین هم سوال دوستان رو بهش بپردازین و همین که دنباله بحثتون رو ادامه بدین. متشکرم دوستان، همگی خیلی خوش. خب مرسی. یک دوست چهار نفر در واقع صحبت کردن. اجازه بدید که پرواز از این سوالا رو من جواب بدم. اول هم یعنی عزیز خیلی خوش اومدید. دوستان همه تون از ادارت و نظر من رو بپذیرید. متاسفانه همین بود. گفتم تمام دوستان کاش کرد اول بحث میدیدن. حالا تنور صادقان داره میگه که نبوده و یک زیاده میگه که دیرتر رسیدن. به هر صورت من از آخر اجازه بدید تنور از اون فایلی رو که در ایمیل نوشتم و خانم پرواز در سایت گفتمان سیاسی بزارش از اونجا شروع بکنم که این انسان محکوم به آزادی است. چرا؟
و این همین این سوالی هست که در واقع سوال به دوست قبلی رو هم به نوعی در بر میگیره که به مبارزه طبقاتی و این هاست و به کل موضوع هستی خود و هستی دیگری اگزاسیون فنومنولوژی ربط داره، یعنی تأثیر و ارتباط ما بین هستی خود و هستی دیگری چجوریه که راست میگه ترانور. من اونجا تکست رو بخونید شما دوستان، برای همین میگم جدی باشید و این خیلی خوشحالم که واقعا ترانور این نقطه رو در آورده داشت. انسان محکوم به آزادی هست. چرا؟ من واقعا تا این لحظه اینجوری فکر میکنم، اینجوری هر مدتیه که فکر دارم میکنم، انسان مجبوره که دو تا راه داره. انسان دو تا راه داره. من میگم محکوم به آزادیه. محکوم شاید واژه جالبی نباشه،